الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويميت الأحياء ويحيي الموتى وصلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فرفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما درباره وظائف شیعه بود در زمان غیبت حضرت ولی عصر و میخواستیم از روایاتی که از اهل بیت علیهم صلوات الله رسیده است بفهمیم ما در این زمان باید چه بکنیم، چه وظیفه ای ما داریم. امروز ان شاء الله به خواست خداوند وظیفه ای که ما در این زمان داریم به عرضتون برسونم. امیدوارم این بحث هم برای همه مفید و مؤثر واقع شود ان شاء الله، اول در گوینده و بعدن در شنوندگان محترم. اون وظیفه عبارت است از مراقبت. مراقبت احتیاج به معنا داره. حالا کوچکترین و کوتاهترین مطلبی که در این زمان میتونم عرض کنم این، یعنی انسان باید کاملا مواظب خودش باشد که چی کار داره میکنه، چون خدا و رسول و ائمه و فرشتگان و نفس خود انسان مواظب انسانن ببینن چی کار میکنه. بنابراین ما باید حواسمون رو جمع کنیم، همطور که در مقابل انسانها کار زش انجام نمیدیم، در مقابل خدا و رسول و ائمه اطهار علیهم صلوات الله و فرشتگان الهی کار زش انجام ندیم. بنابراین ما باید مراقب باشیم. مراقبه یعنی که یا مراقبت، هر دوش درست. من خلاصه این مطلب رو میخوام در ضمن چند آیه براتون عرض کنم. خداوند متعال در ضمن آیات زیادی میخواد به ما بفهمونه ما مواظب کاراتون هم نمیگن مراقبه، ما مواظب کارت. انسان بدان که کوچکترین حرکتی که در این عالم بکنی، حرکت تو ثبت است، ضبط است، از بین رفتنی نیست. تمام حفظه الهی اینا آگاهن. حالا با اجازتون من آیات بخونم و قلب خودتون و مغز خودتون مطلب را قهرن حلش خواهد کرد. قرآن در یک جا می فرماید وکان الله على كل شيء رقيبا، احزاب آیه 53، یعنی خدا بر تمام
تمام چیزهای این عالم مراقب است و نگاه میکنه، میبینه. قرآن در آیه دیگر سوره نساء آیه 1 میفرماد خدا مواظب شما انسان هاست که چی کار دارید میکنید. در سوره هود آیه 93 میفرماید ورتقبوا انی معکم رقیب. در آیه 108 از سوره نساء راجع به منافقین میفرماد منافقین شبها میرفتند در یه جلسه مینشستند نقش علیه پیغمبر میکشیدند که همچی میکنیم همچی میکنیم چنان میکنیم فلانیه میبینیم فلانیه میبینیم کار پیغمبر خونسا میکنیم و نمیذاشتن مردم بفهمن. گفتن آهسته نیمه شب میریم تو خونه هم دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم که کسی از کار ما سر در نگیره، متوجه از کار ما نشه. قرآن میفرماد یستخفون من الناس، منافقین کار را از مردم مخفیش میکنن. ولا یستخفون من الله، اما از خدا نمیتونن کار را مخفی کنن که خدا نفهمد. العیاذ بالله، خدا همه چیز را میفهمد و آگاه است. ولا یستخفون مع الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. اون حرف هایی که اینا شب میشینن دور هم میزنن و خدا دوست نمیداره، خدا میداند اون چیزها را. و کان الله بما یعملون محیطا، خدا احاطه دارد به تمام کارهای شما، هر کاری میکنی چه کسی باشد نباشد، خواب باشی بیدار باشی، کسی نگاهتون بکنه کسی نگاهتون نکنه، در هر صورت خدا احاطه به اعمال شما ده. آیه دیگر و هو القادر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه. خداوند قاهر است بالا سر بندگان، تمام کارهای اونها را توجه دارد، اضافه از اون فرشته هایی را هم خدا موکل میکنه که فرشته هم بیان ببینن که بعد انسان نگه من نبودم، من نمیدونستم، من نگفتم، یکی دیگه بود این کار را کرد، اونام شاهدن. پس ما بعد بدونیم خدا همیشه مراقب ماست، عوامل الهی هم مراقب ما هستن. بعد میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری دلتون میخواد بکنید، فقط بدون که خدا میبینه، پیغمبر میبینه، امام هم میبینه، فرشتگان هم میبینه. در سوره توبه آیه 105 بود این آیه. در سوره توبه آیه 94 میفرماد و سیر الله عملکم و رسوله. اینا فرمایش قرآنه. قرآن خواهد در ضمن این آیات و آیات دیگر به ما بفهمونه که ما مراقب همه کار شما هستیم، تو هم مراقب باش که خلاف نکن، حواست جمع باشی که پاده اشتباه نگی. یه از قرآن. حالا از امیرالمومنین هم براتون عرض کنم، از امیرالمومنین که میخوام عرض کنم همه تون حفظتونه، یعنی اکثرا حفظتونه. مولا امیرالمومنین در دعای کمیل میفرماد فَأَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ و کل ذنب اذنبته و کل خطیعت اخطأتها. تا اینجا میفرماد، بعد میفرماید و کل سیئت، خدا یا بپوشان از من هر سیئه و گناهی را که، و کل سیئت امرت به اثبات الکرام الکاتبین
الذين وکلتهم به حفظ ما یکون من. خدایا اون گناهان که به فرشتهات گفتی مواظب من باشن و بنویسن من چی کار میکنم، خدای اون گناهان رو بیاموز. و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی، خدایا اون فرشتگان را با جوارح و اعضای خودم با هم شاهد علیه من قرار میدی. یعنی در روز قیامت اول به فرشتگان میگی بگید این چی کار کرده، اونا میگن، ما میگویم نه ما نبودیم. وقت دست ما شروع میکنه خودش به صحبت کردن، ما میتونیم دیگه چی کار کنیم؟ میتونیم این کار کنیم؟ میگه من اینجور ظلم کردم، من اینجور خطا کردم، من این جمله رو نوشتم، من این دست به مال مردم گذاشتم، به امثالم هیچ کاریش میکنیم. و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت انت الرقیب علی من ورائهم. خدایا پشت سر همه اینایی که مراقب من قرار دادی خودت قرار گرفتی، خودت دیگه از همه داناتر، از همه آگاهتر، از همه مواظبتت بیشتره. ما این فرمایش امیرالمومنین، من چی براتون بگم که بهتر از فرمایش امیرالمومنین باشه، بهتر از فرمایش خداوند باشه؟ اینا حرفای ایناست. میخوان بگن وقتی که تو میدونی اینجوریه پس مواظبت کن، مراقبت کن، خلاف نکن. اونا دارن میبینن، نمیتونه ازشون بپوشون. یه روایت دیگه براتون بخونم. قال علی علیه السلام اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم. ای بندگان خدا، یه کسی پیش خودتونه که اون از همه مواظب تر کاراست، با اون وجدانتون. من خودم نمیدونم چی کار میکنم، نفس من نمیدونه، بعد فردا میاد شهادت میده من هم چی کردم، من هم چی کردم، من هم چی کردم، من هم چی کردم. دست خودش هم نیست، خدا بهش میگه بگو. نمیتونه انسان جلوشه بگیره، حرف میزنه. اون وجدان ناخود آگاه، اون ضمیری که در من هست که حالا هر اسمی میخواید بذارید روش، او میگوید این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی. چنانچه روزی کارهای ما انجام میدیم، شب همون نفسمون، وجدانمون، هرچی میخواید اسمشو بذار، برای ما داره تکرار میکنه. عجب امروی هم چه حرفی زدی، یا امروی هم چه اشتباهی کردی، امروی فلانی خوشحال کردی، امروی فلانی ناراحت کردی. این شاهد اول. اعلمو ان الله ان اعلمو عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم. یه مواظب داخل بدنتون، وجدانه. بعد میفرماد و عیونا من جوارحکم، از اعضاء و جوارح شما هم چشمهایی هست که داره نگاه میکنه. یعنی تنها چشم اینجا نیست، ابصار ما داریم، دستامون هم چشم داره، پاهامون هم چشم داره، تمام اعضاء و جوارحمون چشم دارد، میبیند و در روز قیامت شهادت میده. حرف میزنن میگن این طور شد، این طور شد، تمام حوادث رو میگن. یه و حفاظ و صدق یحفظون اعمالکم. میفرماد فرشتگانی هستن که اونا اعمال شما رو حفظ میکنند و میگوین لا تسترهم. اعمال شما شب نمیتواند اعمال شما رو برای اونا بپوشونه. یعنی شب که باشه، تاریک باشه، برای اون فرشتگان تاریکی و روشنی نداره، چنانچه برای وجدان خودمون تاریکی و روشنی داره. روز باشد اعمال خودمون به وجدان خودمون میفهمه، شب هم باشه همین. پس چیزی مخفی نیست از وجدان انسان و از فرشتگان و حافظهایی که دور بر انسان هستن. خب بنابراین ما باید حواسمون رو جمع کنیم، دائماً بفهمیم یکی بامون هست، ده تا بامون هستن، کارامون رو میبینن، آزاد نیستیم که هر کاری دلمون بخواد بکنیم.
ولذا پیغمبر اکرم در کتاب کنز العمال نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمود عبدو قلوبکم الترقب، یاد خودتون بدید ترقب را، یعنی یاد خودتون بدید که یه کسی داره نگاهتون میکنه. شما تنها نیستی، شما تنها نمیدونی، خیلی ها دیگه هم هستن که کار تو رو میدانن. از کی میخوای مخفی کنی؟ برای کی میخوای بپوشونی؟ برای اونایی که حاضر و ناظرن دارن میبینن میپوشونی؟ خدا میگه اینی معکم رقیب، من همه جا بودم، تو میگی من دروغ نگفتم، من ظلم نکردم، من کم فروشی نکردم، من مال مردم رو نبردم، پیش کی داری هاشا میکنی؟ پس اقلا به یه کسی بگو که ندیده باشد اینی معکم رقیب، من با شما بودم. وقت انسان شرمنده میشه، سرش زیر میاندازه، میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. به عمل خودش میگه ای کاش بین من و بین تو فاصله شرق و غرب دنیا بود که من تو رو نمیدیدم. اما فایده نداره. لا حول ولا قوت الا بالله. پس ما باید دائما مراقب باشیم. یه جمله دیگه از مولا امیرالمومنین برزتون برسونم. امیرالمومنین میفرما طوبی لمن راقب ربه و خاف ذنبه، خوش به حال اون کسی که همیشه مواظب خدا باشد و از گناهش بترسد. در جای دیگه میفرماد رحم الله امرئن راقب ربه، خدا رحمت کند اون کسی را که پیوسته مراقب خداست و مواظب خداست و متوجه است که هر عملی انجام بدهد بعد مورد سوال واقع میشه. من یه دونه روایتی براتون میخونم، عرضم خاتمه، شما هر چی میخواید بفهمین از این روایتی من عرض میکنم استفاده بفهمید. میفرماید پیغمبر اکرم، این روایت مفصل سه تا تیکش من عرض کردم، سه تا کلمه شو میفرماد ان العبد لا يسأل عن كهل عينيه، مردم اون قدر اون طرف کار سخته که اگه یه ذره سرمه یه وقتی در چشمت کشیده باشی اونجا حسابش میره. و انتطتتین، اگه دست رو گذاشته باشی روی یه جایی که خاک باشه، به هم بلند شده خاک را همچی کرده، در روز قیامت میپرسن در باره این موضوع از تو چرا دست رو گذاشته اونجا؟ این خاک مالی کی بود؟ خاک مالی کی بود که به دست تو نشست؟ ما باید مواظب باشیم غضب الهی در کجاست تا رحمت الهی شامل حالمون بشه. اگه غافل بودیم، اگه گیج بودیم، اگه به خدا بی‌اعتنایی کردیم، اگه توجه به وجود و حضور خدا نکردیم، رحمت الهی هم شامل حالمون نمیشه. نشون مسلم بدیم یه ذره اقلا یه گوشه باید باز باشه برای رحمت الهی، نه اینکه همه جا رو بسته باشن. وقت رحمت الهی کجا بیا؟ وقتی تمام دریچه ها قلب انسان بسته شد، یه جایی نیست در رحمت الهی. یه آیه ایست در سوره هود، خیلی تکندهنده است این آیه. قوم شعیب به حضرت شعیب گفتن ولولا رحمتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز، گفتن اگر قوم تو نبودن و بر خاطر قوم تو نبود ما تو رو سنگسارت کرده بودیم، تو بر ما اونقدرها عزیز نیستی. ما ملاحظه قوم تو رو میکنیم. الله اکبر. این پیغمبر ببینید چقدر زیبا جواب میدهد. قرآن میفرماد شعیب به اونها گفت ارحتی اعز علیکم من الله،
شما ملاحظه قوم منو میکنی؟ ملاحظه خدا رو میکنی؟ خدا مواظب کارتون، قوم من که مواظب کار شما نیستن، مردم من که کسی نیستن. شما ملاحظه مردم رو میکنید، ملاحظه خدا رو نمیکنید. قرآن در اولین سوره به پیغمبر میفرماد چی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تا اینجا میرسه، به اینجا. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی، الم یعلم بان الله یرا. این انسان مست مقرور سیر شده که شکمش سیر شد، آیا نمیداند خدا کارای او را میبینه؟ چی ما را سیرمون میکنه؟ چی مکنت و دارایی به ما میده؟ مال و ثروتهای ما از کجا به وجود میاد؟ اگر خدا نیافریده بود ما چه میکردیم؟ حالا این انسان اینجوریست که وقتی سیر شد، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوی. این همه آیات دنباله هم. این انسان وقتی سیر شد دیگه چشمش جایی رو نمیبینه، طغیان میکنه. حالا خدا میفرماید آی کسانی که شکم دون سیر شد، اونا که شکم سوش سیر شد نمیدانن که خدا میبینن. علم یعلم فان الله یرا. روز عاشورا حضرت ابی عبدالله به مردم فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، مردم شکمتون از حرام پر شده است، دیگر به حرف من گوش نمی کنید و خدا را نمی بینید. آیا نمی دانید خدا از اعمال شما آگاه است؟ اما این مردم بدبخت با موعظه امام حسین بیدار نشدن. فنادا بین القوم هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب یذب عن حرم الرسول، آیا کسی هست من مظلوم یاری کنه، آیا کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ مردم من که دیگه کسی رو ندارم. نوشتن در این موقع که صدای مظلومی آقا بلند شد، آقا دیدن در خیمه ها جمعیت زنها همه یه جا جمع شدن، صدای گریه زنها بلنده. آقا اومدن به طرف خیمه ها ببینن چه خبره، دیدن قنداقه علی اصغر روی دست زنانه. شاید میخواست این آقازاده بگه
بابا هنوز که قریب نشدی بابا، هنوز این جلوی نازو که من هست، لذا و قنداغه رو گرفتن آجت من ها، گرفتارا آبرو من آیا، دختر دارا بی مغازه و بی سرمانیا. حالا وقتیست که باید دامن آقا رو بگیری. من نمیدونم آقا چه حالی پیدا کردن وقتی قنداغه علی رو دستشون آمد، آقا زادر آوردن نیدان، صدا زدن مردم این که بدین کودکی گناه ندارد، بیایید یه جرعه آب به جلوی بچه برسانید. وقتی آقا بچه رو سر دست گرفتن، هر مله با تیر به جلوی نازنین علی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه فيكشف السوء، اما يجيب مضطر اذا دعاه فيكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه فيكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه فيكشف السوء. نسألك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، إلهي بدم المظلوم اغفر ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا، سيما المنذورين منهم، اللهم اقض حوائجهم.